ګران دوستانو سلامونه او احترامونه. ښه راغلاست سپینو خبرو پروګرام ته. هیله ده چې جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. نن سه شنبه ده، د 2023 عیسوي کال د جنوري د میاشتې لسمه نیټه ده. ستاسو په خدمت کې یو د افغان پیام تلویزیوني خپرونه د سپینو خبرو برخه ده. دوستان عزیز، عرض سلام و احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان. بخش سخنی وریان در خدمت قرار داریم. البته اخبار افغانستان شنیدیم، البته در بخش اخبار و گزارشات 24 ساعته اخیر. بالای هر کدام میشه تبصره‌های خود داشته باشین. وضع افغانستان البته بیشتر گیری خورده، به تصامیم جهانی در رابطه با شناخت حکومت یکونیم سالی امارت اسلامی افغانستان تا این دم در عرصه جهانی همی حکومت به رسمیت شناخته نشده، مگر به شکل غیر رسمی هیئت‌های به افغانستان با امارت اسلامی سفر می دارن و با امارت اسلامی در تعامل و گفتگو قرار دارن. کشورهای بزرگ جهان چون چین، روسیه، ایالات متحده امریکا که البته پکت شانگهای تشکیل شده و روسیه و چین و سوی ایالات متحده امریکا قوای ائتلاف یا ناتو که افغانستان در سلطه خود داشتند، زیر اشغال قرار داشت در طول 20 سال قبل از ظهور حکومت طالبان و شکست ایالات متحده امریکا در افغانستان، و بالاخره اونا هم در می گیرودار و رقابت ها افغانستان یا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته. هم مایه تعجب هست که چرا، و هم ای که در داخل اتفاقاتی که می افته افغانا را گیج ساخته. تصمیم طالبان هم خوب است و هم بد. در یک سوی یک خط بیلانس اگر قرار بتیم، آنچه طالب ها در طول مدت یک و نیم سال انجام دادن چشمگیر بوده و برای مردم مایه امید بود، و سوی دیگر نگتیو و منفی های طالب که البته بسیار زیاد اشتهار میشه و در عرصه جهانی میدیا سرنوشت بسیاری کشورها را همی تبلیغ و اشتهار و اینا البته تعیین میداره، در حقیقت سیار سفید و سفید سیام میسازه. یکی را تروریست میسازه، یک شخص وطن دوست و مبارز که برای منافع ملی میاندیشه میگه آدم تروریست است. چون نلسون ماندلا که در زندان سفید پوستای افریقای جنوبی قرار داشت و در لست سیاه قرار داشت و او را تروریست جهانی خطاب میکردن، یا خود اسامه بن لادن در یک هنگام محبوب دلهای غرب بودن و اونا با همی خاندان لادن معاملات تجارتی داشتن، فامیل بوش و دیگرها، و همچنان وقتی به افغانستان رفتن یعنی سپورت کردن و حمایت کردن همی جنبش های عربی را در افغانستان که برای جهاد رفته بودن و زمره بزرگان یعنی اونا هم اسامه بودن. مگر شب در میان و آدم به تروریست و تبدیل میشه و بدون کدام دلیل و برهانی. یعنی قاعده جهانیان بری است، خصوصا مستکبرین جهان که در یک انگام اتحاد جماهیر شوروی خود به شرق و غرب گفته میشد و بالاخره اونا از بین رفتن با افول اونا، یعنی فروپاشی بلاک شرق یا پکت وارسا بگویم. بالاخره ایالات متحده امریکا یکا و تنها در عرصه جهانی قرار میگیره و اونا باید دشمن تراشی میکردن. دشمن تراشی از اونا عقب یک دشمنی که او را اشتهار کنن که برای امو هدف باید افکار جهانیان یا پابلیک اپینین جهان چرخش بده که یک امی دشمن ما داریم، عقب اینا افتادیم، که او البته امو مغز عقب پرده ایالات متحده امریکا
اونا سنجیدن که خب میشه بهترین دشمن ما اسلام فکر کنیم یا مسلمانان جهان، از او میتونیم بیشتر بهره برداری بداریم. البته نقطه مرکزی فعالیت ها و حرکات و سکنات کشورهای ظالم و توطئه‌گر و زورگو در اون انگام اتحاد جماهیر شوروی که کار و خانه و نمیدانم لباس و اینا رو عنوان میکردن و باقی کار و کارگر، که البته همه از اونا خدا و دروغ بود برای سلطه و تسخیر جهانیان، او را اشتهار میکردن در امو انگام، که بهترین مثال از او افغانستان شمرده میشه. یکی از افغانای ما بخیل ماشم جان بود دیروز، سوالات متعدد میکنن اونا، وقتی تکرار برنامه را مدیدم در اون یک سه اونا گفتن که شما دکتر نجیب گفتیم که بالای مردم بسیار ظالمانه رفتار کرده و دخات کار میکرد، اول خب پرسیده شد و همو وقت مشهود بود 2.5 میلیون انسان در اونجا به شهادت رسیدن، خانه های مردم ویران گردید، یک محل استنتاق اینا داشتن به نام خاد و رئیس هم خاد یک انگام دکتر نجیب بودن، و در خاد جز جزا و کشتار و تعجیز دیگه کدام محل تو عشق عاشقی نبود، در اونجا برای جزا دادن و استنتاق مردم میرفتن. بسیاری مردم به بهانه‌ای که یک تسبیح به دستشان است یا ریش محاسن مبارک داره یا به مسجد رفتن، یعنی عالم مثال ها داریم که پوهان صاحب حسین خیل برنامه سازی تلویزیون پیام افغان اونا تعجیز نکردن و جزا ندادن. دیگه بسیاری چیزا رو میتونیم ارزیابی کنیم، مغز خودم به کار بیاندازیم، در پولیگون به صدها انسان و همو شیره و شربت افغانستان تعلیم یافته ها را و پولیگون می بردن و زنده زیر خاک می کردن، بلدوزر می کردن. این مشهود است و خود خاد انواع مجازات های بالای مردم اینا روا داشتن. امو انگام امو طور بود. ایالات متحده امریکا به یک نحوی دیگی پالیسی اینا تحت عنوان دموکراسی و صدای آزادی بیان و که نمیدانم این حرفا عنوان میکنن که ما ممالک از زیر سلطه دیکتاتورشپ یا دیکتاتوری میرهانیم، به او بهانه میرن. یکی به طور شوخی میگفت، میگفت امریکا قار میشه بالای بعضی ممالک، میگه عادت بشناس اگنی دموکراسی را در جانتان میارم. معنی ای که به تحت عنوان دموکراسی کشورتان اشغال میداریم، منابعتان را میبریم، کلچرتان از بین میبریم، بدبخت بدبخت میسازیم اتان. و ای در امی 20 سال اخیره که ایالات متحده امریکا و قوای اطلاف بگویم اونا افغانستان اشغال داشتن، انواع مظالم را بالای مردم روا داشتن، از ریشه و بنیاد میخواستن کلچر افغانی را، کلتور افغانی را از بین ببره. و حتی همی کسایی را که امروز در اخبار دیدیم در هرات مردم جمع شدن و تاجران بین المللی و شهرداری بگویم یا شهرولی هرات اینا جمع شدن، تا همی بقایای 20 سال اشغال افغانستان که معتادین هستن از خیابانهای هرات جمع کنن و برای اونا که تدابیر سنجیدن. حتی تاجران هرات و مامورین دولت هرات اونا گفتن که مامورین 1% معاش خود به می بودیجه که تخصیص داده شده برای رهایی مردم هرات از اعتیاد به می بودیجه داده شده. این همه از اینا با خود بیاناتی داره، با خود گفتاری داره. یعنی مردم افغانستان باید کمه که همی تصاویر و ویدیوها و همی گزارشاتی که می آیره یکمه که پس منظر اونا، گذشته های اونا که چرای تو شده. یعنی در افغانستان ما همی مسئله اعتیاد و معتاد که با خیابان ها برن و زیر پل و پلچک بخوابن، ایره در تاریخ افغانستان موجود نبود. بعد از یعنی 20 سال اشغال ایالات متحده امریکا دموکراسی با خودی را آوردن.
یک چند هنرمند در اونجا بالای استیج هنرنمایی کردن، یک چند تلویزیون فعال بود، اینا بودن. هم زرق و برق تصویری و تجمل و اینا را پیشکش کردن، مگر در عمق در معنا بسیار مشکلاتی را روا داشتن. این یک بخش قضیه. فرض کنین یک خبر ما داشتیم در سرویس خبری که امریکای ایالات متحده امریکا سیگار مؤسسه مفتش سرمایه گذاری و حرکات سکنات امریکا در افغانستان، اونا بیان داشتن که یک بیلیارد یعنی هزار میلیون دلار تخصیص داده شده بود تا در افغانستان معادن استخراج گردد. و استخراج معادن افغانستان که یک کشور سربسته است و معادن استخراج نگردیده، همه اونا زیر خاک هستن باید استخراج شوند و مبلغ گزافی به این مسئله تخصیص داده شده بود. تا حتی گفته شد تحلیل بری بود که اگر معادن استخراج میگردید افغانستان از لحاظ اقتصادی خودکفا میشه میگردد. و این پول ها به جیب کی رفت؟ به جیب امریکایی که قراردادی بودن در این استخراج معادن. تقریبا نمتو که آقای هاشمی صاحب گفتن در این گفتگوی میز مدور، یعنی تقریبا 70-80% از او واقعا امریکایی میدوزدید. امریکایی که در امریکا بسیار حراس دار از قانون، چون در افغانستان قانون نبودم، دل بیغم در نیمرا در دبای پیسر میگرفت پس نقل میداد و او پیسای پولای دیگر به یک چند نفر قراردادی افغان میسپرد و اونا از افغانستان میفرماین. بله بله از افغانستان هستین. بله خب به هر حال چون از افغانستان است میخوایم که اونا در انتظار باقی نمانند. به هر حال این داستانه است دوستان عزیز که هر کدامشان واقعیت های افغانستان بیان میداره و او یک 20% یا 30% از او به قراردادی افغان میرسید. باز او هم بدبختانه و هم بلای جان افغان گردیده بود، مملکت خود کشور خود که هم امریکایی میدوزدید و هم با چلوتی از او به افغان و افغان هم او را باز قرارداد میکرد، او را سب کانترکت میگه در امریکا سب کانترکت میگردید و اون پروژه هم که امار میشد برای از او فرزن 20 میلیون یا 30 میلیون تخصیص شده بود، در این دوزادوزی او با 5 میلیون خلاصه میگردید و یعنی همو خشت خام در آب میگذاشتن و میرفتن صرف بایشی. به هر حال امتر است دوستان عزیز، هیئت علمای جهان اسلام حق تعلیم زن در افغانستان غمخوری داشتن و اونا با زعمای افغانستان بگویم همی امارت اسلامی در این چند روز زانو زده بودن که برای اونا تشریح کنن که خانم افغان از حق تعلیم اونا محروم نسازن و کار دستشان از کار نگیره و اینا را بیان داشتن. اگرچه دیروز دوستا هم تحلیلات خوبی کردن همین علمای عالم اسلام، خو اگر واقعا کتابولا را باز کنین علمای اسلام یعنی همو کسایی که قرآن مطالعه کردن سر تا آخر شریعت هم میدانن، وجیبه جهاد و مبارزه و راستگویی و واقعیت ها اینا را همیره اینا میدانن با دیده و بدانسته. واقعا در طول سالها طوری که همی آقای هاشمی باز هم میگم اونا جایی که میان که چی در افغانستان فقر است، بدبختی، زن ناناور میشه و یا تعلیم زن، خب تو مستقیم برن همی یا سیگار فرض کنیم مسید ارزیابی و مفتش ایالات متحده امریکا را پورایی را که برد در موانگام هم صدای از اینا زد امریکا که دوزادوزی است، فساد است، مگر امریکا هیچ توجه نمیکرد. اونا میخواستن که در این ملک فساد رایج شوه، مواد مخدر مرواج باشه، مردم مسموم باشن، مردم با این تجمل و رقص و قرص و تلویزیون و تابلیت که و اینا و معتاد شوند و غیر مستقیم همی حس مبارزه و اینا را از اونا دور کنن و با مو حالت بشار خرسند باشن به مزرق و برق و بالاخره فراموش کنن که
کشور اشغال گردیدن. به هر حال هیئت علمای جهان اسلام خوب باید واقعا اینا توجه کنن که در این شرایط فعلی پول ها منجمد است و پولایی که برای افغانستان فرستاده میشه مؤسسات فعال هستند، پول به حکومت نمیره، خود اونا حیف و میل میکنن. در اونجا اغراض سیاسی خودم نهفته، شما میدانین که هیچ کشور در یک مملکت نه سرمایه گذاری میکنه و نه مفت پول خود میفرسته از غم اتباع و کشور اینا کباب هستند. این به شکل یک فرمول همه ما میدانیم. مگر آمدیم بالای حقایقی که دوستان عزیز، طالبان اگر عالم دین بگویه نگویه، ما میگم عالم دین هم نیستم، یک شخص عادی که از قرآن هیچ زیاد نمیدانم، صرف معنای قرآن میدانم، شریعت اسلامی و که نمیدانم، علوم دینی و بار کتابا در سر شانه ما نبود، نزد کدام مولانا و جامعه ازهر هم نرفتیم. مگر امیر میدانم که در این شرایط فعلی افغانستان که سخت بحرانی است و مردم هم اقتصاد خراب است و هم مسئله مکتب و اینا یک فریضه است، اینا هم به حیث یک حربه و به حیث یک مسئله سیاسی اینا هم استفاده نکنند. اگر از بیرون اونا اغراض سیاسی دارن اونا اشتهار میکنن، اینا وسیله اشتهاری اونا نگردن. و در ضمن اگر یک عامل بیرونی است که اینا سر ناباشومی را گرفته، اگر شما این کار نکدین ما میره نمیکنیم، و زمین جاست که دردناک میشه. به هر حال ما میریم سراغ تلفن های شما. دوستان عزیز لطفا تلفن بزنین. بعضی ها دیروز گله کردن که برای ما وقت میسر نشد. بله، سلام علیکم. سلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام و رحمت الله. خطاب صاحب، راجب امی که امی پول افغانی ارزش در مقابل اسعار خارجی پایین میره، ایره باید یک راه حل طولانی مدت باید پیدا کنه امارت اسلامی که ثابت باید باقی مانه. من فکر میکنم مثلا امی که ثابت پول افغانی در مقابل اسعار خارجی بانه، راه حل طولانی مدت شمیست که امی ذخایر افغانستان خصوصا امی معادن طلا هستک، مثلا لاجورد و مس عینک، یا کس امیر امارت اسلامی در کار بفته امیار خارج کنه و یک در حدود مثلا 100 سیر یا تن ازیره که از امیر طلا سیر اخراج کنه و او را زب کنه و خشتای طلا جور کنه در یک جای هم نیره نگاه کنه و اعلان کنه که پشتوانه افغانی در داخل افغانستان است و سالانه که چون قیمت ها بالا میره در او هم امه تو افزایش اضافه کنه میتی طلا را و دیگه هیچ وقت تو ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی سقوط نخواهد کرد، به حساب اقتصاد و ثابت خواهد ماند. و همچنان خطاب صاحب، می کسایی که مثلا علما میگن نامیدن آمدن، من بسیار تعجب آور است که چرا دمی 20 سال علما در کجا بودن دمی اشغال، یا خب عمرشان هم زیاد است، مثلا جوان نیستن که بگید 20 سال اینا یعنی از سن پایین تر بودن، خود عمرشان هم بسیار بالاتر است 50 و 60 است، یا باید دمی 20 سال یا یک صدای خود بالا میکردن یا نکردن. خصوصا مو علمایی که بر قدم علمای ترکی میگه، آیا مو برمو دولت ترکیه نگفته بود که دمی چرا اشغال مثلا که در افغانستان 49 کشور کوفی و ناتو آمده، چرا اینها هم به حساب از ما در صف از ما استاد شده، چرا می صدای خود بالا نکرده بود اون وقت که مردم افغانستان هم میکشتن؟ و باید که صدای خود بالا میکرد که باید میگفت مردم مقابل از امی اشغالگرا باید در صف امارت اسلامی باید استاد میشد. اما اینا کلشان من فکر میکنه که مفتی های ناتوز و نام از علما میاین به اشاره از یا میاین یا هم زمو خاطر معلوم شگگی علما که قسم معلوم شد هم گفتارش که دمی 20 سال اگر در مقابل اشغال در افغان، اگر در خارج از افغانستان یا در جای بوده که در مقابل اشغال استاد شده صدای خود بالا کرده، او قابل قدر است و قابل احترام است. اگر ما در غیر از او هیچ معنی نداره به حساب علما. بله 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 مؤسسه های خارجی مثلا ملل متحد میگه، ملل متحد های وابسته به زناسی کارش یا به حساب حقوق بشر است؟ حقوق بشر باشه خب پس باید کمک های خود ادامه بتن، پس یا این چیزا هم سیاسی جور کردن. ملل متحد هم مثل که در حساب شده به شما بهتر معلوم است که دمی افریقا همیشه میادن در تلویزیون امریکا نشان میدن یک چند تا خلطی آرد و این روغن به افریقایا میزدن تا بال مردم افریقایا سیر نکرده به اون قسم فقر و بیچارگی در سر میبره. حالا فعلا از افغانستان هم همین قسم یک چیز جور کردن که همیشه در تلویزیون های دنیا باشه افغانستان یک کشور هم
بیچاره و غریب و مسکین نشان بدن، یک چند تا خلطه آرده و نموره که باز بسیاری مردم هم شکایت میکنه که به ما نرسیده. اینمی یک پلان از یاستک. اگر مردم، اگر همی خصوصا مردمایی که من شکایت میکنن از همی، چرا یا صدای خدا بالا نمیکنن که مثلا چرا پولای افغانستان چرا آزاد نمیشه؟ کل گیر یک طرف برده که چینمی مکاتب دخترها چرا باز نمیشه؟ حالا مکاتب دخترها خود اونجا فقر بیچارگی باز خواهد شد یک روز، اما همین فعلا که چرا پولای افغانستان چرا قید شده، چرا امارت اسلامی دولت بر رسمیت شناخته نمیشه که باز اینمی مثلا اینمی زندگی از همی خانما که در افغانستان است که 20 میلیون است از سراسر افغانستان بهتر شد و بازم فکرش وقت کشکمش گشنه باشه، اول خو عقل از او بد ندهد فکرش از او در تحصیل کار نمیده کلی از او چطور شد که بازم به حساب چیم. میخوام نظر شما را تشکر. نظر ما هم تقریبا مشابه نظر شما است. مسائل هم سیاسی است. خب چی میگه؟ چی آسیا کند است و چی گندم ترواری؟ همینطور یک چیز است. ما خب اونا هر بدی میکنن، بعض انسان ها میگه مرا شیطان گفت، اغوا کرد. خود خواجه عبدالله انصاری بشار مناجات های خوب داره که گندم یا خدای خودت در بهشت برای ما پیش کردی، مخلوق خودت، ما مخلوق خودت، باز مرا گفتی این را نخو را بخو، باز ما آغازی گناه مرا چرا مرا مجازات میکنی؟ چرا خوب یعنی فلسفی بحث میتونه دین اسلام از درست شوه، یعنی سرنوشت انسان ها را همیشه اگر با خداوند بگذاریم خود چیزی است، مگر با عقل انسانی، با درایت انسانی، با همی خود کتاب الله قرآن در شرایط خاصی بسیاری چیزا حلال میشه، خداوند هم میبینه. در همین تو یک حالت طالب حرکات و سکنات از اینا سر میزنه که اگر او عالم دینی میای خو یک کاری کرده که او میای خو همین نکنن همین کار، یا توطیه دشمن باید درک کنن در برابر از او باید آنچه انجام بتن که بیل اونا رو دستن نتن. یعنی طالب باید یک حالتی داشته باشه که مردم بریم طالب دلش بسوزه. آلی مردم میبینه که طالب به حد خشن و قهر و غضب و زن نمانو که او را بزن و با غرور و دیگه و دیگه. ما یک وقتی مختصر برتان میگم در هنگامی که افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی اشغال شده بود، در اینجا من خیستم و در یک مظاهره گپ میزدم. یک آلی بود تقریبا 2000 افغان آمده بودن و امریکایی و کمره. در اونجا بسیار به شد اومد گفتم که افغانستان روسا را از بین میبرن و ما تاریخ درخشان داریم و دیگه دارم به انگلیسی بگو بگو. امی افغان ها و کلگی چک چک میکرد. در آخر یک امریکایی مرا از دست ما گرفت. مرا امو آدم گفت که امی خودت که گپای زدی درست، مگر ما آمده بودیم که شما بسیار مظلوم هستین، بدبخت شدین، روسا آمده وطنتان گرفته، آمده ایم که برای کمک. حالی که گپای خودت شنید و میبینیم که شما از ما کده به مای ضرورت ندارین، اون روسا را میکشین و از بین میبرین و میکشین. تو خطرناک نطق از خودت شنیدم. گفتم چی باید گفتم؟ میگه زیادتر بگو که ما بدبختی بالای ما آمده، افغانستان اشغال شده، اتحاد جماهیر شوروی ما را، مردمای ما را میکشه، خانوای ما را وارد که مردم بیاین برای نجات شما. ما اینجا آمدیم گوش یک چیزی را گوش میتیم که شما خیلی ضرورت ندارین. یعنی واقعا امیال طالب باید در عرصه جهانی طوری نشان بده که من بدبختی که آمده این می مردم مقصر هستن. حالا برای جهانان نه تو یک تصویر میده که مطالب بسیار خطرناک مرد. خب به هر حال صاحب او را باز یک وقتی دیگه. بله سلام علیکم صاحب. بله سلام علیکم مرتضی صاحب. سلام علیکم، خیر و خوبه؟ سلام به شما، به تمام امتان عزیز ما در داخل خارج. خوش آمدین صاحب. موضوعات بسیار چند بود. از هاشمی صاحب گفتار که شنیدم بی خیده بود، قسمت کدام چیزی نیست بودم اضافه کنم بسیار چی بود. و منتها در قسمت از آر بر شما ببینیم که در اتحاد روسیه امروز دلار از سیستم خود بیخی کشیده. چین 40% پیش رفته که اسعار دلار از سیستم خود بکشه. دیگه در این قسمت فعالیت جهانی روان است و تا وقتی که مسئله اوکراین ختم نشه فکر نکنم که ما صاحب صلح در جهان شویم. وی جنجال است در پیشوی همگی. و در قسمت هاشم جان که صحبت کردن، خواهش من میست که شهدا و اختناق و جبر و ستم در سال کمونیست ها و سال در افغانستان باید اینا چی نگیرن،
بهای کم نتن خواسته زیر سوال نبرن. من برای هاشم جان بگم که 12,000 شهید ما اسمای شده پشت دروازه وزارت داخله در وقت تفیز را امین دیدو. هاشم جان تو باید بفهمه که اختناق شدید در داخل افغانستان بود و کسی را که می بردن مادر و پدرش اگه انتظار زیر نداشت که پس خانه به. در دو سال اول برتون بگم دکتر نجیب 10,000 ملیشه داشت. ملیشه را گفته بود که سرش از من مالش از خودت دوستم. دیگه فراشم جان باید که دو و خود نزیر جان تنویر نواسی مامای من میشه دیر وقت بندی خانه بود و من زود رفتم زود برامدم. اما نه تنها اونا که نمی شکنجا و زیاد بطر افغانستان اینه باید او چیزا رو مبوده چی قرار سوال قرار نتر که حسین جان محکمه نشد یا جزا ندید و دیگر جزا دید بر صورت. یک چیز دیگر چند چیز دیگر که من بر شما باید مزید چیزی که در افغانستان رفته بودم ما در تمام جای خبازی می دیدم نام خبازی ایرامانم خبازی این نانباییست نانبایی های برای کلشت نامش خبازی موندن. ما از مراد اسلامی می خواهیم از شبابولی کابل که دوباره نان نانبایی رو نام نانبایی رو باید همه جای نام عمل کنن که خبازی رو پس کنن. ما ریت نمی فهمم که گفتن که شاید نام ایرانی باشه خبازی باز میگه که از خبز عرب است. ما تا در این قسمت هم میخواستم که در چیزهایی که دیده بودم برای شما یاد کنم. در قسمت علمای اسلام کامده بودن کل تفسیر کردن اگر اینا ترس نداشته باشن از جهان خود از اینا چرا افغانستان کمک مالی نمی کنن که میان که مکتب دخترها بچه ها را نه تنها کمک مالی همی خود پیسی خود افغان ها پس بته برشون نه کشورهای اسلامی رو برتون میم کار آه کشورهای اسلامی کمک کنن از ترس کمک کرده نمیتونن. اول بیادر نیمه مهاجرین ما رو اون ترکیه کشیده میره 5,000 آدم بیرون میکنن. همی کشورهای عربی به حدی پولدار هستن خرپول که میگه نیمه مردم هستن. یک تابلو رو روز دیدم همی سلمان محمد بن سلمان 480 میلیون دلار یک تابلو را خریده یه احمد ایران اونجا در جوارش مردم نیم این نمی چیز هست که برکل سوال پیدا میشه که چرا در قسمت همی تعلیم و تربیه و طالب ها یکانه اشتباهی که از اول متوجه نشدن باید متوجه شوند حالا شوند که مکتب ها و پانتون ها را بخاطر حجاب خبر شده بودند که جا مرات همه بسته نمی کنند می گفتند که هر کس اجاب مرات نکنه اخراجش میکنی از هر از مکتب هر کس اجاب مرات نکنه کارمند دولت شده نمیتونه. عین کار پیش از رژیم اسلامی در ترکیه هم از وقت اتاتورک مونده بود که خانمایی که اجاب می داشت در پارلمان کار کرده نمیتونست. در فرانسه هم یاله کسایی که اجاب داشته بود در تعمیرهای دولتی رفته نمیتونه کار کرده نمیتونه. دیگه در افغانستان میتونستن که جریمه را رایج بسازن جزا را رایج بسازن از این که کل را بسته کردن به هر صورت خدا کنه کرچی زودتر این مشکل افغانستان حل شود. حالا ما به این نتیجه رسیده مرتضی صاحب که مسئله یک چیز دیگه است ما را نمیگن نمیدونم مسئله که ایجاب ندارم اونجا که میرین میبینین همون چیزی که آشمی صاحب گفت این کلش یک پروسه تای میشه اینا تصمیم میگیرن اینا علاقه داخلی دارن یعنی فرمکنو باز کسای زیاد تا بایسته که موین باشن یا رئیس در وزارتخانه باشن یعنی طالب هم باشن بسیاری از یا یعنی مطلق جریان چی نمی باشن اما بسیار کادر رهبری تا به مشران یا میگن اونا ما به پروسه تایی میشه تصمیم گرفته میشه و تبلیغات باید اینا گفته شما بیاید سخت تبلیغات داشته باشن و به زد تمام می تبلیغات جهان غرب هست هیچ تبلیغ ندارن هیچ در تبلیغات خود ضعیف هستن نمی کشانن که طرف مقابل ملامت بسازن. تمام تبلیغات غرب و امریکا و از اون وقت اول که طالبان گرفتن و امریکا موقف خود کردن رو اعلان کرد من اون وقت یادآور می شدم که تا که اینا از دموکراسی خود دفاع می کنن در برابر اسلام و تا وقت این رژیم اسلامی کابل اینا بشان افغانستان محکم خواهد بودند که هیچ وقت نشناسن خود بخاطر که ترس از یا ترس جهان هم از رژیم مطلق مذهبی است که چرا هم تعامل صورت خود گرفت چی خواهد شد به خدا یک مارو بله بله تشکر امی جنجال هست دعا میکنیم خداوند خدا خدا ملت افغانستان الهی امین الهی امین الهی امین و در خطاب در پولوی از یک امریکایی چیزا رو پیش کردن اقتصاد افغانستان ضربه میزنن هدف نهاییشان
همی فعلا همی صاحب خانمان که تبلیغ میکنن خراب کردن اعتبار بین دولت و مردم است. در بین مردم افغانستان اعتبار تا طالبات زیاد شده بود، ما خود رفتیم دیدیم در طرف در هر جمعه از مردم پرچان میکنیم، هدف از یه اونموز و طالبات کار خود کردن میرن در دیگه طرف قضیه که سر معادن و اقتصاد بله 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 تشکر لالا سلامتی براتون میخوام تشکر را لطف کردین. خب اعتراض بیادر از امون حالت بسیار بد 40-20 سال هر روز ما میامدم می اخبار پخش میکردم واقعا آدم باید زار زار میگیریست. بم بود، انفجار بود، دیگه بود، اگر چه بعضی ها کسایی که زده طالب هستن و بیادر خود خودشان میکنن حالی که نمیکنن و نه چی هست او طورم نبود. یعنی یکی خو علنا جنگ بود و بارود فایر میشد و یکی مقاومت و یکی مجادله سنگرهای جنگ در اونجا مردم کشته میشد یا بم میفتاد. یعنی خود قطاع و طریق در خانی ازی درهای در اونجا درهای که ویچ راپور هم نمیشد. ما فکر میکنم که در مجموع در حدود 2000 آدم در روز کشته میشد. یعنی اگه دقیق همه تو مایکرو انالیسیس که میگن آدم میکرد برای ازی که هر کس در جای یک نفر میکشت تو تبریه بود، کس کس چیز نمیگو. به هر حال بله سلام علیکم. بله بله خطاب صاحب. بله خطاب صاحب سلام. و علیکم سلام. چطور هستین خطاب صاحب عزیز؟ امان هستم. گفتی نبی خب بیاد خودت نمیشه والا اگر زندگی داشته باشین. ما درود برات میفرستم، سلام عرض میکنم. امیجا یک دو جمله گفته شد خب بازم ملاق کار هست خب ما خود چلیستم. خبز عربی نان است. خبز عربی وقتی که خبز کس پخته میکنه در یک جای او را خبازی میگن، ایرانی نه. یک در رابطه با ای که این دوستا هم فرمودن هر کس گپای خود از ذات حق دارن راجع به ای که حجاب یا فرض کنیم علوم طلب العلم فریضتون علا کل مسلمن و مسلمتن، یه دلیل میگیم یا فرض میگن اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حال خود دلیل میارن که خب ملا آمدن که اونا به ارتباط هم دوست ما اینا ملای علوخور و پلوخور بودن که آمدن، در غیر از او خب از اشغال گب نزدن، از تعرض گب نمیزنن، از استثمار گب نمیزنن، از استعمار گب نمیزنن، در زیر چطر ملقاریس بردوغان اونجا ششتن در یک دولت کفریه که او را اصلا در اونجا اسلام ترکیب نمیشه نیست میگن مگه تر اینی روزها را که تا بنده نگوین دیگه کس نمیتونه گفته. اونا آمدن در اینجا میگن طلب العلم. حال ما باید بگویم که کدام علم؟ علم استنجا، علم دخول بر چطور، علم داخل شدن بر مسجد، راست ماندن پیش، چای پس ماندن پنج، کلوخ استنجا، اینی علوم است که باید فرض باشه و از این با تمام افغانستان مدارس میشه، مدارس باید تطبیق کنم املا و از این علوم بیرون نبراید از این شوکات و اون علوم نیست که باید دو جمع دو چار و یا یک جانج که اوجه برای ما هلیکوپتر بسازن. حرف اساسی در اینجا هست. حجاب هم برای درست کردم که او دلیلی بود که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خانمای خود مهار ساخت که عربای جاهل اگر نبین او خب میمدن که شمچرانی میکردن. بسیار روز هاست، بسیار روز هاست. اعتراض در قرآن واضحی گفته که خانمای مؤمنه را بگوین که چادرهای خود به اندازه خود بپوشانه، خودت سر چپه روان استی. برای خانمهای پیغمبر گفتن که وقت هر صحابه میرب در میخانه پیغمبر و ایل و غیل بازنی آیت می که بعد ازی از عقب در باید بمرای خانمهای پیغمبر صحابه وقتی میان صحبت کنن اینا کنن. خودت تو گد ود گپ میزنی، نه تنها مسئله دینی آقای کیوان صاحب، خدا کنه قار نشی. مرا گفتن قار شدی با دیگه تلویزیون ها میرم و لاغبان و میخطابه که مرا تو گفته تو من واقعیت برات میگم.
بازو که هر جای میری چیخ میزنی و دلت چیز. نه تنها که مسئله دینی دمی بحثای بسیار عادی هم سرچپا گد واد تو یک مفهوم ارائه نمیدارین، تسلسل منطقی متاسفانه خودت نداری. من میگم بالای خود بیشتر کار کو، ام چیزی را که میتانی استعدادهای درونی شاید خودت هم داشته باشی، مگر میدم این کارهای بسیار کلان دست مندازی هیچ استفاده نمیشه. دیگه این کارها را نکو ولی از خود. ما توصیه ما به خود تمی است که در می خود طرز کلام تک تغییر بیار و منطقه با جای دیده چی بگویی نگویی کلو خیستین جای تو شده و فلان. و در افغانستان خود کاغذ تشناب نبوده، خود به امرای کلو خیستین جا کلان شدی و برادر خود امکانات کشورهای عقب مانده همی است که اونجا وسایل تسخین نبود، وسایل نمیدانم همی و امام عمومی رو که دیروزه که گفت که بسته کرده یا غوغا برپا شده، امام مردم حتی محروم بودن از رسمو یک امام گرم دیگه. به اول حاض من میگم کوشش کو که شرایط دیده. آشم جان از مزار شریف گپ میزنی بفرماین لالا میرو بانی میکن. سلام علیکم، خطاب شد. وعلیکم سلام. مزار شریف نام خدا خوب برف زده میاره. خب آفرین والا. بیست سانتی شده. خب دیگه ما یک پیشنیاد داریم خطاب شد برای بفرم امارت اسلامی. این این بار است زمستان همین چیزی که استادای پانتون است، استادای مکتب است، کسایی که خاک هستن جمع کنن در خیمه لوی جرگه. بله. ملت ها بگوید که ما و شمول اکادیمی حال قلم میکنم یارن کلش از نایه شاروالی دارم وزارت سفارت این هم شمول ما کدرزی ها میکنم که هر کدامشان بیش از 20 سال 30 سال 40 سال ماموریت کردن، چور نکدن، راه را نگرفتن، با تنظیم ها نبودن. کل جامعه جهانی را بگوید که این همی حال قلم مملکت است. اگر هدفشان وطن جور کردن باشه همه شمو کدال قلم میشه کد کی صبر نمیشه. دیروز خلقی آمد او را میگفت او روز بعده نکتایی دارا آمدن کی صبر ها بعده بی سال وطن ها شور کردن خیلصم رفتم. این همه شمو لکر اینی مردم کنم اینی آل قلم 34 ولایت هستن و صدای هستن که خطاب شد پاک هستن دول سولی شهرهان نایا ملت میشناسند بازی زوجه کرایی بازی گرویز بازی یک زندگی فقیرانه داره. درست میگی. شما که دینی مردم کنن. آفرین. اما مختلف ها جمع کنن. این رو درست میکنم. درست میگی. عدتشان وطن جور کنن باشن. خیر درست تو تان توفن قدرت دادست خود از یا باشن. آفرین. مگم قلم و اما روابط دیپلماتی و در ریاست خارجه اینی مردم ها بگن این را ایبت الله هم بشنوه و برادر هم بشنوه دینی هم بشنوه جامعه اسلام هم بشنوه. بگه بی سواد خو نمیشه که وطن پیش ببره در سر بی سواد پیره و گزمه را بکن چهت پای نبکن. مگم در حکومت حال قلم اینا کن نه و ما تا جایی که شنیدیم از اونا میگه آی پیشنهاد خوب است. خو ما که وارا میپرسیم میگه برادر در اسم هستیم مگر در درون 500 هزار آدمی که کار میکنه خو کلش طالب نیست. بزن موین طالب است، وزیر طالب است که نمیدونم مو کلانا، مگر در راس میگه در قایده کلگی همی هستن یه تو یک چیز میگه دیگه. من والا بیادر نمیفهم چی هست. السلام علیکم خطاب صاحب. و علیکم سلام خطاب صاحب. باش که شما برنامه بسیار خوب چیزها را گفتین. یکی خود این مورد پولا را گفتین، پولا را خدا کنه که باز اعلان کنه که مردم ما زمستان است بسیار مشکلات داره، بسیار اونجا قیمتی است، مردم بیچاره است. دیگه امی وطندارای ما هر کس که بیتانند در مخیشا و قومای خود اگر کمک کده بیتانان بکنن با خدا بسیار مردم به حد حالت خوب نداره. دیگه یک چیز خطاب سای شما شکست نفسی میکنین در برنامه گفتین که شما در مورد شریعت نمیفهمین، شما خطاب سای زیاد میفهمین، شما قرآن شریف ترجمه کدین مانا کدین.
این طالب ها زیادتر به خدا برابر شما نمی پاما برابر شما این مسائل کنه اونا زیاد همی زیادتر شکل بگوی همی الحمدلله شما زیاد می فهمین خطاب صاحب شکست نفسی نکنین دیگه ای که خطاب صاحب امروز در خبرها می پیشتر شدیدیم در خبرها ما چون شما شدیده نشدیده همی آیت امریکایی ها بعض حال دیگه چالا گرفتن دیگه که تمی شورای مقامات ملاقات شروع کردن و در تلویزیون نشان داد دیگه همی یک چیز دیگه را طالبان دیگه بعد کمی و شارانه پیش دیگه اشتباه نکنن اینجا در برنامه این چیزی دیم به خدا بسیار گریانه ما گرفت در برنامه آقای لشکری دیدیم یک خانم به نام پروانه در پیش از یاد بندی خانه بوده یک سال برآمده چیزای قصه چیزای گفت که آدم این کار نمی کنه این خبر برنامبدی ماست برنامبدی ملت ماست در به خدا این نمی دانم چرا دیگه در مورد در بلخ نشان در دکانه را بسته که در خانمه را در کار نمی وانه اونا بیچاره دکان داشتن کار میکدن یک روزی برای خود پیدا کنن اونا را بند کدن دکانهایشان همی کار نکنن به خدا بسته کدن خطاب صاحب اشتباه است والا به نظر ما اشتباه شما چقدر برشان ها روز آگاهی بیتین دیگه بیتین اینا هر روز کارهایی میکنن که مردم رو قبول نمیکنن دنیا قبول نمیکنن اینا میفهم چرا تو کار میکنن همی آقای صادق زید در لوگر رفته بود که در تلویزیون نشان داد گفت که این کارشان کار مکتبار که بسته کردن کار شریعت نیست در شریعتی نیست این را اشتباه میکنن این را کار شریعت نیست مارا نام اسلام پت میکنن این را گپار ازد به خدا اینا باید و شرارت پیش برن خدا سای اگر در این مورد شما کبید معلومات بدین خیلی خوش بشید تشکر اول خود که پروانه رفته و بمرای لشکری چی گفته پروانه ها زیاد ساختگیان بود در امو انگام هم همی کسایی که در بیرون می برامدن کیس می داختن و که الان میاریم اما تو دوز با پشتاره اونا را گیر کدن و کلشان ندامت کدن و اینا و در حال همی توتیه ها بعدی شده که خانم میشینه و زار زار گیریه میکنه و یک چی می سازه یک پروگرام و یک تبلیغ استفاده میکنه یک بخش قضیه اگر واقعیت بوده خب باز شما درست میگین یست مگر زیادتر امو جنبه تبلیغاتی ضد طالب داره مال مطبوعات چون افغانستان انترنشنال که میبینم یادم فیسبوک ها و دیگر دیگر الان دزنی میشه در اخبار و آدم های ساختگی رو میارن که مرا بسیار آگار کرد و زد و کشت و زجر داد و دیگر کرد و یا حالا در پنشیر اوغاز و طالب ها رو کشتن دیگه اونجا که میریم درست نیست چه یعنی بعضی 70-80% که میبینم درست نبوده مگر اگر واقعیت داشته باشه خب باز آدم یا واقعا باید دفاع کنه از امو پروانه از فریده از هر کسی که هست بس نکردن مکاتب و اینا رو خب ما بسیار سرتکانی کردیم کلای خود در زمین زدیم از طالب هم خواستیم هم میدانه که جنبه شرعی نداره خود طالب هم میگه که در دین اسلام بالای زن و مرد ما بالای می کار میکنیم میره به تعویق انداختیم خود تا همی حد کفایت میکنه اگر هر روز شما این چیز بگوین اونا هم این پاسخ داشته باشه باز کدام جایی نمیرسه با این می توی گالت گرفتار هستیم بعضی حرکات و سکنات ما امی اشغال افغانستان توسط امریکا هیچ دلیل موجود نبود او رو سرش تبصره میکردن دمی دموکراسی ناو بسیار برای ما جالب بود اونا میگفتن که امو اکسار رو انداختن میگه در اینجا نمیفهم 20 نفر عرب نشان میدادن که اینا رفتن امی هواپیما رو اینا بلند کردن نصفی اونا میگه زندستن حیات دارن در خانه خود در عربستان سعودی دیگرای از اونا میگه ایش در اینجا نبودن در امی هواپیما حتی در امریکا نبودن همیشه گفتم یک توطئه بود یک دروغ بیش نبود و باز چرا رفتن عراق گرفتن از بین بردن حکومت او را سرنگون ساختن باز اگر یک توجیه بوده که اسامه بن لادن در افغانستان بود خب عراق چی گناه کرده بود دیگه ممالک باز در افغانستان اگر هم بود خب باز از افغانستان رفته بود دیگه اینا میگفتن که ما آمدیم نبود دیگه اینا ما پس میبرایم چرا اونجا لنگر انداختن برای بستری خود بردن و دیگه ممالک هم تشویق کردن خب برای بسیاری چیزا هیچ توجیه موجود نیست قربانی شما میبینیم که اینمی دیده بدانسته
یک کار صورت میگیره توسط ابرقدرت، توسط یک کشور جهان سوم، دیگه دیگه مغز آدم هک پک میشه گفتی پشتونه. یکی چرا مکتب میبنده، چرا کار زن به نام حجاب اسلامی، هیچ همی حجاب هم بهانه است. مسئله اینا که عنوان کردن که نمیدانم آرایش میکردن و که دیگه میکردن، هیچ با مغز ما شرش نمیشه بیادن، هیچ هیچ همی منطقی نیست. برای یکی یک 4000 مگر آدم باید مو پاولوهای او را ببینه که آنچه طالب میکنه او را تحلیل کنه، آن جهانیان که او را باعث یک حربه استفاده میدارن. همینجا در میز مدور گفته شد که در امی معاصلات خارجی گیرم 4000-5000 خانم کار میکن، دیگه خب تقریبا 70-80000 آدم اگر در افغانستان مشغول، خب عدد زیاد است مگر 80% مرد است. خصوصا همینجا مثال داد گفت در امی قرا و قصبات برای کار وقتی فرستاده میشه و برای دیگه اکثر از اونا از لحاظ کلچری کار مرد است، مردها او کار میکرد. اگر به خاطر یک 3000-4000 زن فریاد دارین، خب بازمو یک 3000 مردم که کار میکرد و هم خلاصه میشه نانآور خانه بود، زن در درون خانه انتظار داشت که مردش کارش را از بین رفت. یعنی اونا مؤسسات خارجی باید دور نبندن. یعنی از هر طرفی که شما برین دلایل ایران میشه که آدم به فکر میاندازه. دیگه اینمی چیزاست قربان شما، امریکا رفته برای قوای مقاومت نمیدانم اسلحه میته. مو او روز یکی بسیار مقبول قصه کرد گفت دادر ما بودن بازم بودم مرغ بازم بودم. گفتم چی ما نمید؟ بگه مرغ که بهترین مرغ شب و روز نواله میدادن و صاحب ناز و نعمت که میدان ببره بازم میدان میکن میباخت بازور راستن میبرد حلال میکن. یعنی وقتی بازنده میشد بگیل میشد. گفتم خیر باد نواله میداد که جنگ، میگه او هر قدر که باد نواله میداد سای بازو جنگ نمیکرد، بگیل شده بود. آل امی شورای نظار و امی کسایی که مقاومت و چیغ و پیغ دروغین میزدن اینا نام طالب اگه بگیرین والا سای مجموجه میگیر رنگ زرد میپره مفته خودش به مرگ طبیعی میمیره. امریکا هر قدر پف کنه به اونا هیچ چیز فایده نه. بله سلام علیکم، از افغانستان میفرمایین؟ الو، اینمی تلفون از افغانستان رخ نمیشه لال هر کسی هست. بله سلام علیکم. السلام علیکم جناب محترم. خدا نیازی صاحب هستین. سلام علیکم، خیر و خیر. تشکر سر شما خوب است. خیر و خیر. بفرمایید. با تمام افغان عزیز خود تقدیم میکنم برای همکارای تکنیکی. جناب محترم خطاب صاحب همی سا میبخشی افا میخواهیم همی طالبان را زیادتر تمین کردن من خوش ننه هستم به سواد همی بی سال خوش سواددار داشتیم، دکتر بودن، ماستر بودن، دی بی سال یا چی کردن مردم از گشنگی میمورد. بی سواد هستن، بی سواد سواددار بتن، همی سواددار بتن که باز دوزی کنن. درست میگه، درست میگه. اعتراض که یعنی طالبای عزیز ما برادر عزیز خود ازش خواهش میکنم که دشمنا را نمانه که دلشان خوش شود. اگه حکومت اسلامی ما است که انشاءالله و تعالی به کمک خداوند پاک متوام خلاص میشه، آرامی میشه، کل چیز انشاءالله جور میشه آیسته آیسته. حال در امریکان در اصلا 2 سال تقریبا مکتب نبود، مردم در خانه درس میکنم در میگه مسئله چیز کنی وایرس کرونا که بود. حال ما تمام رو هر کدام یکی میگه که بی سواد هستن، یکی میگه که ایست این که بساط این توین کردن خوب نیست. باید عالمای عزیز ما یرمی عالما بود که شیطانا رو گریختان که میگروختان بلا اگه مد زندگی میادم نمی اکیر کس بگردانش. یعنی خدا بود که یارا گریختان دیگه. دوستای خدا هستن، عزیزای خدا هستن و عزیزای خدا دوستای خدا توین کردن غلط است که این توین میکنی. باز یک نفر دیگه میگه که یا نمی فهمن طالب نیستن یا قرآن شریف نمی فهمن ایرو نمی فهمن ایرو نمی فهمن. اون کسایی که فهمیده بود چی کردن؟ همین کردن به برادرهای عزیز طالبای ما خوب نیست. انشاءالله رحمان به کمک خداوند پاک، انشاءالله رحمان به کمک خداوند پاک انشاءالله مکتب هم آسان میشه، کلی چیز آرامی میشه. مگم نیست تمین کردن خوب نیست که اما رو زیادتر به شما چیز میسازیم مست میسازیم. هر قدر که تمین کنیم و زیادتر مست میشه. اما بگاله بلا گیلو کن کار خوب نیست. به نرمی به ملایم با هوشیاری با عقل با رفاقت دوستی و نیست یک اسلام
ما اسلام هستیم. کل مردم نان میخورد و مجاله. حالا کل در شیخ چند روز گشنه بود مردم از گشنگی خو نمیموره. از گشنگی خو کس نمیموره. حالا ببین که چی کارهای هم میکنن. گفتم اون روز دیروز گفتم دواخان رفتن نگو سر بدخشان بر مردم کلینیک میخواهد جور کنن. خیلی که چی کنن خدا؟ تکه تکه کنن؟ سرکار جور میکنن. سرکار پاک میکنن. خیلی که چی میخواهیم ما شما دیا؟ این 20 سال خائنای بیدینا تمام آمان چیز خوردن کل گشنگی و تشنگی به مکتبی که از کل شد از خاطر ماست با سواد بودن دیگه زیاد وقت نمیرم تشکر آنیا سبا فرین خوب حرفای خوب جالب بالا راست میگه بله سمی امان عبدالله همه تکسی بله بله و علیکم سلام و علیکم سلام و رحمت الله بفرمایین لالا سرکار جور کردن سرکار داخل کابل نمی سرکای بیرون است آفرین. از کابل مثلا مسیر رای کابل قندار و دیگه سالنگ ولی خطاب سیبال مشکل در کجا است یک امی رقم شرایط دوام کنه امی یک فضای را آلی آوردن در کابل کمی کسی که هر یک نان شب و روز خدا داشته باشه دیگه در کابل چی زندگی نمیتونه و نمیکنه تو درست میگین خود سرزمی کار شما والا که اگه یک کار است با می رقم ادامه بتن همین قدر خویدان باشم مثلا دختر ها مکتب رفته نتانه زن ها کار نتانه و یه 40 میلیون دلار هفتوار نبیه افغانی با 500 میده سفته این ها این درست یک چیز شما صد دیتر حساب کنیم که میرسن نه او را معلوم امروز پیسه را رفتن در بازار دلار را بردن همون نرخ پس صحیح شد درست شد خب اگر می هفته 40 میلیون نرسه خب دی دیده شوه که 40 میلیون خب سوال برانگیز است او را میگه با ما نمیتن او را میبرند مؤسسات خود میتن برای طالب کس نداده این پیسه را طوری که ما میشود بانک آی بی مثلا که ملل متحد از آرد میخره روغن میخره اونمو اسعار کنترل میکنه درست میکنه دلار اسعار خارجی اوادی رو نگاه کرده درست میکنه یکی دلالیا یک پلان دیگه دارن که بیسر مردم شهر کابل حکومت رو بچلانن یک خانه مثلا یک خانه که یک نفر زندگی میکنه صفایی شه بای مای 5000 افغانی صفایی بدی در حالی که 5000 رو کس کرا نمیگیره امیر درست میگن ایره باید بسنجن که او بتانن بتن امیر درست میگن اگر مال 5000 روپیه یک خانه کرا نداره تو 5000 روپیه یک ملای از اطراف اومده او 5000 مانه کرای صفایی و صفایی شب میگیره می که شاروالی به پیشخانه شب پاک کنه از یک خانه که 5000 کرایش از 5000 خب امی اعداد شما از کجا فهمیدین میگه پار شما سر ما قهر شدیم غضب کردید عمو دکانا را که من گفتم برای شما دکانای پیش فروشگاه را و دکانا را یک کتوازی با چال و فریب از طالبا گرفته با 250,000 همین جاره همین منطقه را جمع دکان جور کردن ولی هزار دکان ببینید که او یا طالب همون کلان طالب یا رشوت خورده یا با چال و فریب همین دکانا را گرفته اینال ووس همین سرک خود دولت جور میکنه چرا ما کتوازی را بدیم تشکر لالا ولی خوب حرفای خوب یعنی زدین مگر خوب میان سرمایه گذاران در افغانستان میگه سرمایه گذاری کنین یک مؤسسه درست کنین یک خیابان یک تعمیر آباد کنین و باز او اقتصاد توسعه میت از او مالیه میگیره فرض کنین یک نفر میاد یک 10 میلیون دلار خود میاره در کابل در یک محل سرمایه گذاری میکنه وقتی که او به ثمر رسید شهر مردم یعنی یک آبادی میه مردم در اونجا تجارت میکنه فرض کنین یک 100 دکان درست کرد یک سرمایه گذار در اونجا 100 نفر تاجر میه یکی جواهر فروشی داره یکی یک چیز دیگه داره
یعنی از اون مالیات برای داد برای حکومت میام، خود مردم مرفع میشن، میرن سودا میگیرن و آدم دیگه فایده میکنه، اقتصاد شور میته در حقیقت. یعنی کار نیکی شده. ایره اگه همه کارا رو حکومت کنه و باز پولم نداشته باشه کمکی از واد دشوار می. برادر از افغانستان میفرماین قطع میشه. ما میریم دوستان عزیز سراغ یک چند اعلان، توجه بسیار شلوغ است در اینجا بیروبار شد، لاینایتون نگه دارین و از دوستا بسیار جا تشکر میکنم. ممنون عزیز صاحب هم ممبرشپ ها و دوستای دیگه هم در امی انگام دی دو روز یا دیروز به این سو لطف کردن، از کدام بخشی از جهان نبود که به تلویزیون رسیدگی نمیکنن. ما از افغانای خود بسیار متشکر هستم، افغان دلسوز ما می شبکه را دوست دارن. مرا یکی روز گفت که بیادر این تلویزیون اعلا بتیه که چی میکنی، و بیادر هر یکی میگه که یه آدم طرفداری طالب ها را میکنه، و گفتم همی طالب هم خوب خدا داره بانین بیچاره که یک نفر طرفداری همی طالب ها را کنه، مگر او طور نیست. تلویزیون بلندگوی افغان ها هست، پیام افغان هست برای افغان، در افغان با طالب هم دارین و غیر طالب هم دارین، هر رقم انسان در اونجا زندگی میکنه، کلمه عام هست، پیام افغان هست، پیام کدام طالب نیست. صرف هم بعض تلویزیون های مثل نبیل مسکینیار کل پولای بدخشان قند و قرود کرد و دزدید، از اینجا دروغ بگو اونجا، و صاحب هزار فسخ و فجور دارن، صاحب باز این تلویزیون میگفت پیام طالب هست، در حالی که پیام کل افغان ها هست. میبینین در این جاری که تلفن میزنن نظر خود بیان میدارم، ما هیچ تو نگفتیم که بیا و بیا در طالب گپ بزن و غیر طالب، انتقادات معقول، صحبت معقول، مجموعه افکار انسان ها از اینجا منعکس میشه، و از اون خاطر است که مردم دوست داره تلویزیون. این بودیجه ما از لحاظ عضویت و پولهایی که فرستاده میشه به جاغور مصارف تلویزیون داخل میشه. و بسیار متشکر هستم، تو یک تلویزیون بیکس نیست، خداوند دوست داره تلویزیون، مردم خدا افغانای ما دوست دارن. ما زهر افغان خود متشکر هستم، او پختو کرده و لپی لپی دعا ورته که ما هم دست بلند میکنیم، دعای فراوان داریم و دیگه هم امیدوار میشیم که تلویزیون دوست داشتنی است، در دل مردم چنگ میزنه. انشاءالله برمیگردیم بعد از اعلانات. قابل توجه، دفتر حقوقی صدوزه در کشور بریتانیا در خدمت جامعه افغانی بریتانیا در زمینه های مختلف حقوقی چون اختلافات بین صاحب خانه و املاک و کرای نشین، قراردادهای تجاری، دعوای قضایی، افلاس و یا ورشکستگی، مسائل مربوط به صدمات شخصی و همچنان مشاوری حقوقی در مورد خانواده و کودکان و قانون پناهندگی و مهاجرت ارائه خدمات می دارد. هرگاه در مسائل حقوقی به کمک نیاز دارید، به دفتر حقوقی صدوزای به تلفن روی صفحه تلویزیون و یا هم به وبسایت دفتر صدوزای مراجعه دارید. دفتر حقوقی صدوزای در خدمت افغانان مقیم بریتانیا. جواهر فروشی سوزان در شهر آمبور، اشتایندم شماره 37، با سابقه 30 سال، با ارائه انواع و اقسام جواهرات از قبیل الماس، زیورات با دیزاین های مدرن 21 و 22 کرات عربی در خدمت شماست. همچنان ارنه و خشت های مرغوب 24 کرات و قیمت های روز در سوزان جواهر فروشی قابل دستیاب می باشد. مشتریان عزیز، شما فقط در سوزان جواهر فروشی انتخاب وسیع از جواهرات را دارید و ارنه و سفارشات شما پذیرفته می شود. سوزان جواهر فروشی،
اشتایندم شماره 37 299 شهر آمبورگ. شماره تماس 0049 40 24 32 83. هر خونه ای میتونه با مورگن لند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگن لند به هر خونه ای میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگن لند به خونتون میاد. مورگن لند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، مرتبین فرش‌های دستباف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما میتونید این فرش های مرغوب دست باف و ماشینی را از آدرس های بروگ شماره 9 20457 شهر هامبورگ، هاون سیتی، و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگن لند، فرش با کیفیت. Last winter, you helped Islamic Relief provide over 100,000 winter kits to 435,000 people across the world. These blankets, sweaters, food and fuel help them survive frigid temperatures and harsh conditions. This winter, please continue to support our efforts in keeping these communities warm. Donate today at irusa.org or call 1855-447-1001. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر، آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن، انگلستان شرکت پامیر لندن. متاسفانه زمان به عقب بر نمی گرده، ولی من برای آیندم یه وکیل خوب میشناسم. هیدری لا گروپ 818-818-0707 heidarilawgroup.com. قابل توجه هموطنان عزیز، احمد استودیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا. این استودیو در تهیه و ترتیب و فیلم برداری کلیپ های تجارتی با تکنیک پیشرفته امروزی آماده هر نوع همکاری می باشد. شما می توانید اعلانات تجارتی و فوتی خیش را با همکاری احمد شریفی از تلویزیون جهانی پیام افغان پخش نمایید. برای معلومات بیشتر با آقای شریفی با شماره زنگ تماس گیرید 0049-176-483-40-481.
گران دوستان و سلامونه و احترامونه به هم خراغلاز تسبین و خبر و پروگرام تا ایلادا چی جور و سی دوستان عزیز برنامه سخنی وریان در خدمت هست و البته موضوعات متنوع در این پروگرام مطرح میشه. با گذشته ها میریم، با مسائل فعلی تماس گرفته میشه، موضوعات روز مطرح میشه. یعنی از هر چمن سمنی حساب کنین که در این برنامه بخش های متعدد اوضای افغانستان به بررسی گرفته و یک پروگرام پر از مواد میتونه باشه. و ما خود ما هم در مد و جزر حوادث سیاسی افغانستان اگر در داخل سیاست با کدام گروپ یا حزب نبودیم، در بیرون به حیث یک مناظر ایفای کار رضا کارانه کردیم که مطبوعات است و مطبوعات میتونه سالم باشه و مطبوعات میتونه خصمانه باشه و مضر باشه و یا مطبوعاتی که غیر مستقیم افکار مردم به شکل منفی متاثر بسازه. و این مسائل در انگامی که کودتای ترکی مرکی صورت گرفت، مطبوعات به یک نحوی افکار مردم با هم زد که در اونجا هم استیج ها پر شد و که سرباز یارا و ایگپا را شنیده بودیم که بخت زمین است و که نغمه است و که چطور است. یک حالت به کلی تغییر کرد از امون تلویزیون، از مطبوعات، از تریبیون هایی که در وقت سردار داود اساس گذاری شده بود. امون تلویزیون ملی افغانستان مرکز فحشا، فساد و ضد اخلاقیات مردم افغانستان از روی استفاده صورت گرفت و همو بود که جرقه ها بلند شد. و در این اخیر هم به یک نحوی دیگی از امو تریبیون و نمیدانم تلویزیون های فراوان و رادیو ها و دیگه و دیگه استفاده ها صورت گرفت و مردم از امی کسایی که در غرب بودن دیگه بشار من گوشت میگرفتن. گفته دکتر سیبراهیم عزیز که اونا میگفتن بله همی کسایی که میرن اونجا مزدوری میکنن باز برای دیگه سوز نشان میده که اینه مرمو این مقرر کرد، اینه ما وزیر میشم یا دیگه میشم یا سفیر گماشته شدیم، نه تنها که خجالت نمیکشن که مزدوری میکنن و برای وطن در خیانت قرار دارن، برای دیگه خوب امبروتای خود دست میزنن که برادر بیبی که ما تو مورد نوازش قرار گرفتیم. دیگه ایالات دو اشغال که آدم ببینه تقریبا از لحاظ مزار و ضرر خود عین مشکل منتها او در یک دوران دیگری، این اشغال در یک وقت دیگری در اما خود هنگام و ظروف و اینا که مراجع شود، مگر نتایج از او عینی چیز. یکی گفت که از کلوخ استفاده میکردن و دیگه میکردن. افغانستان یک کشور بدوی است، در اونجا به کلی هم زندگی با همی انسان ها با هم فرق میکنه. در اونجا در امو انگام کاغذ تشنا به کسی نمیشناخت. ما باید دارم یکی از امی فامیلا داستان میکردن، میگه ما یکی از مزدورای اطرافی میگه آمده بود با امرای ما کار میکرد خانه ما، میگه ما در خانه ما امی کاغذ تشنا میگه نو رواج شده بود در کابل، میگه خانه ما کدام کس بخیل میمان میامد، ما به رسم احترام برای از او میخواستیم که کاغذ تشناب در خانه داشته باشیم که اونا به امو بلد هستن و دیمه کلو خود دیگه برای قضای حاجت استفاده نمی کنن. میگه ما آدم خواستم، میگه برش گفتم که بچیم برو کاغذ تشناب بیار. میگه یادم از این ده صبح که گم بود، میگه برابر ساعت چهار دیگر آمد مو هفته و گرمی های کابل، میگه بالاخره آمد و میگه گفتیم کجا گم بودی میمانا آمدن دیگه. میگه والا ما خود از اینجا که رفتم از کارت چهار کوتوی سنگی رفتم که نمیدانم که سرای غزنی رفتم دیگه، یعنی تو یک دوکان نبود که من نرفته باشم و نپالیده باشم. هر یکی میگفت که ما تو یک چیز نداریم. میگه ما گفتم چی میخواستی؟ میگه واره ما میگفتم کاغذ پشمکدار دارین؟ و میگفتن نیه، ما خندام میکردن کاغذ پشمکدار نداریم.
بازورم و خانم قرار شده که نی کاغذ تشناب گفتیم، کاغذ پشمکدار نگفتیم. دیگه بالاخره امونا هم چون نداشتن برای نگفت که امی نام از یک چیز دیگه خواهد بودی کاغذ چیز. و برحال این داستانایی را که ما شنیده بودم یا فرض کنیم وسایل تسخین موجود نبود، دیگه بود یک کشور بدوی که واقعا نمو زندگی بخور مریم، منتها با عالم غناهای معنوی مردم زندگی میکردن در امو انگام. حالا هم فعلا همی خود معنویت چیزیست، مادیت چیزی است. آقای کیوان سرکافته اگه آدم است، قلم میگیردم کتاب ها نشته کردگه، هیچ به اجتماع خود بلد نیست، به انانات، رسوم، عقاید. دین اسلام بالای عقیده استوار است، بیشتری چیزایی که صورت اول همی امان کیوان آدم خودش شاید در خوابش نمیگشت که در ونکوور کانادا برای ده بیس سال سی سال همینجا زندگی میکنه. درس و تعلیمی از این آدم برای افغانستان بود که من نمیدانم شرایط خاندومو که اکادمی چطوره داستان میکنن. یه تو یک حرفه امریکایی رو نیاموخته که میامد در امریکا که ما یک روزی باز میرم امریکا و پلان میشه. می خود مقدرات انسانها رو که من میبینم که یک دست غیر مریه موجود است که او رو ما با چشم نمیبینیم و برای ما هویدا هم نیست. دیگه با مو عقیده که قرآن بیان میداره که به غیب ایمان بیاورین یا خیر و شرتان رو نمیدانین، ما میدانم. داستان های فراوانی موجود است در متن قرآن، در بیرون. می خود سفر موسی علیه السلام و خضر علیه السلام که خود موسی علیه السلام تعجب میکرد که می آدم چرا این کارا را میکنه، کاری خوب خراب میساخت، خراب خوب میساخت، و هم تعجب کرد که چرا. باز وقت دلایل ارائه گردید، باز خود موسی علیه السلام تعجب کرد که ایره خود درست میگه، خداوند میدانه حکمت خداوند. دیگه به اول حاض ما باید بکوشیم که آنچه واقعا در حیات خود ما خداوند نشانه های داره یا آیاتی داره، گفته بعض علما میگه امارات هم نشانه ها میگن، او را داره. دیگه آدم کوشش کنه که او را چی کنه، یعنی یکمه که توجه کنه که از عقل انسان ها بسیاری چیزا بالا هست. یعنی اول همی شکست 49 کشور رو با مدیریت امریکای مغرور و بعد از قد سالای متمادی شکست میخورن، یک معجزه میتونه باشه. بسیاری چیزایی در زندگی خود ما شخصا اتفاق افتاده که ما خودم هیچ وقت پلان نکردیم. امو یک قصه رو شنیده بودم، میگه شما وقتی یک سیب نصف میکنین، دانای سیب میتونین شمار کنین که چند دانه سیب در درون چند دانه خسته در درون یک سیب است. طور مثال مگر هیچ وقت شما حساب کرده نمیتونین که دمیار خسته چند دانه سیب است، یعنی غرس میشه بازو درخت میشه بازو چند سیب میاد، او رو صرف خداوند میدانه، کس نمیدانه. یا در رحم مادر علی، خب شریع همی کمونیست همی چند تایی که از خدا گشتن، آه به هدر قرآن گفته که در درون شکم رحم مادر مرد و زن خداوند میدانه، کس دیگه نمیدانه. مگر نیه در اونجا در خداوند فرموده در قرآن که در رحم انسان ها خانم ها چی هست، یعنی یک طفلی که تولد میشه مرد و اوناس و مذکر از او را به هر حال که سرنوشت یک انسان از امون رحم آغاز میشه، که خود سوره اول قرآن هم بیان میداره که علق امون خون اول تشکیل میشه در رحم، بعد از او از او استخوان میشه و گوشت میشه، او را میپوشانه. شاید جالب است این پروسه تولید انسان در رحم مادر وقتی چی شوه، از لحاظ نادمی که میگن او بسیار جالب است. یعنی امونجا تشکیل میشه، از امو علق انسان به وجود میاد و بالاخره یک انسان مکمل میشه که جهان تکان میده. دیگه به اول حاض باید ما وایی سرنوشتی از انسان که با چی از درست میشه، انسان سالم است، خدا پرست است، چی کارهای چی اتفاقاتی به او رخ میده، او را جز خداوند. باز دیگه ولی که ساینسی چی که نمید ساینس دانای اما دنیا را بیارین نمیدانه بگوی که نمید طفل از چی درست میشه و چند سال زندگی میکنه، در کدام
محل زیست خواهد داشت. این وان همیش مغلق است و به اول لحاظ ما میگم که زود قضاوت نکنیم و با گفتی همی این وانه که از خدا گشتن او را زیاد توجه نکنیم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید مهربانی. مهربانی میکردم باشه. خدا سر بیاد شما در این مورد گپ زدید. در افغانستان تو بود که بعضی کسا زن خود دوست نداشت از خاطر که خانه شب میشه دختر میشد. زن خود علت کوب میکردم. این خوب یادم هست که سوی دکتر کمونیست و سوی دکتر رفته که در شباخانه که خانه دختر شده زن خود توهین کرده دف زده دروش رفته باز در خانه برادر خود تا او که برادر بازی چه هیچ اولاد نمیشد هم لطکوب میخورد بازه هم انباق سرش میامده توی گپام. یک از 1400 سال پیش خداوند متعال جلال شانو در قرآن گفته که مرد زن در قسمت از این که بچه میشه یا دختر میشه یه رول بازی نمیکنن. این امو شپرمای مرد است که از او یا بچه میشه یا دختر میشه. امی آیت باز اگر کس خواسته باشه ما مستند امیره میارم. یعنی خدا امی قرآن عظیمشان پر از حکمت است. چیزهایی را در او گفته شده که در او وقت نه عقل بشریت کار میکنه نه شعورش کار میکنه نه امروز به حقیقت پیوسته. خطاب شد به قسمت امی برادر ما که میایه و میگه که در این پروگرام تو گفته تو گفت فکر میکنم که از لغمان هم است. منطقش بسیار کودکانه است. هیچ قابل زیر است کنم سر از او تفسیر کنم. اگر مو با موزم خود فکر میکنه که خیلی بالا ما خطاب صاحب هم فریب دادم و دیگارم فریب دادم. اما شما ببینید خطاب صاحب همی غرب آمد به بهانه از این که در افغانستان زندگی مردم و حقوق بشر در خطر است و دو تا تامیرهای ما زده در حال که او خواه مگه میفهمیم که شما روزیات کردید که او یک بهانه بود یک دروغ بود. آیا در افغانستان میشنم خطاب صاحب؟ بله میشنم. بله در افغانستان مستند وجود داره که طالبا یک زن در غازی استیدیوم او را با فکر میکنم با تفنگ اعدام کردنش که او شوهر خودم کشته بود و رفته بود زنا کرده بود. و یک چیز مستند دیگه وجود داره که دمو هرج و مرج کدام نفر کته کیبل زنا را زده یا کته کدام چیز زده. خوب این چیزا بعضی چیزا بوده که اما به طور گسترده چی نبود. یعنی همین اشتباهات همین دمو هرج و مرج بعضی چیزای شده. اما کارهای خوبه که کردن که مثلا نجیب دار زده او رو به زدشان استفاده میکنه. اما کدام دلیل داشتن که همین ماشینری جنگ خدایات حرکت انداختن آوردن در افغانستان 1,000,000 نفر کشتنهای افغانستان بهتر ساختن. در اینجا به هزارها نفر معیوب و معلول و یتیم و بیوه شد. در همین 21 سال شما در مابین کابل میدیدی که اطفال بچه مکتب میری نه والا مکتب نمیرو. چرا با مریض از بابیم نمیخواه کار کنم. ما 3 تا 4 تا بیادران را نهی کردن که یکیش خلطی پلاستیکی مفروشه و یکیش مچم کراچی میدوانن و هم بلی از ما سواد کلان شدن. امروز ما بیچارها غیر که مزدورکاری کنن تمام آینده از ما در گرفت برنگیده شد. در افغانستان این غربی ها جنگ برپا کردن. 70% مردم 60-70% مردم. بله یک مشکل است همی تلفون واتساپ دیگه. شما اگر زحمت نشد باز از سر تلفون کنین خوب منطقی تحلیل میدارین. متاسفانه چرا نمیدارم. بله سلام علیکم. سلام جناب محترم آقای خطاب. و علیکم سلام اختری صاحب. سلام علیکم. لطف میکنیشم بخیر باشین. شما صد سلامت باشین. پروگرام های شما را به نظر به علاقه بسیار خوب همیشه میبینم. هم تلویزیون شما یا پیام افغان یک تلویزیون معتبر جهانی است. گاگای آدم بر میخوره به افراد مریض بخیل حسود. در مقابل از اونا ما پرستیج تلویزیون پایی نبهف تن آدم بتانه بگه که ویدا خاطب همون جایون قالو سلام ها کفایت شان میکنه. به هر حال جناب محترم خطاب صاحب طالبا به خاطر حکومت داری باید نظام ایجاد بکنن. نظام اونامو مردمشان است که با مردم چه نوع رویه شود. راه های خوب راه های بهبود برای مردم چی است برای افرادش چه مرد چه زن. این روز ممنوعیت زنان از کارهای
سازمان‌های بین المللی به خصوص ملل متحد و کمک رسانی‌های جهانی که در نروژ و سویدن از چندین کشور اروپایی است، اینا تهدید بزرگی بر فقر در افغانستان شده. بر از اینکه اینا هم تعدادش نانآور خانه خود بودند، مردها خال نیست، ادارات دولتی سقوط کرده، معاش مامورین در مامورین نیست، معاش عسکری وجود نداره، معاش پلیس وجود نداره، مغازه و دکانها خو به خاطر نمی چلند است، در شکل زنجیری دولتی است. دولت امروز با هیچ کس معاش خور به اصطلاح نداره که از اونها مستفید شود. دکان بازار اینا ای است که هم پول از چلند میمانه، هم فقر افزود شده میره و هم در پهلو به نام اسلام اینا کار میکنن. امروز هم که تعداد شورای علما امرای از اینا صحبت میکنه، این موضوع را اینا متکی به خود سیاست طالبا یا سیاست یا موضوع داخلی خود اینا ترجیح دادن، در حالی که چنین نیست. اینا نمایندگی از یک کشور اسلامی میکنند. اسلام عام است بر تماما 1,200,000 مسلمان است و یک کشورهای مسلمانی هم 54 یا 56 کشور هستند. به همه اینا برق میخوره که اسلام چه نوع دینی است که ملت خود را یا فرض میکنم افراد یا امو حقوق و ناس خود را در نظر نمیگیره، تعلیم و تربیه را. اینجا است که اینا را در اواخر امکانات از این داره به گفته آقای شیر محمد استانکزی که گویا هر آنچه را که ملا آیت الله میگوید نباید پذیرفت، آن را به همراه قرآن و احادیث و رسل بتن مقایسه بکنند، در صورتی که درست باشه قابل پذیرش است. در شود در مورد از این که امریکایی‌ها در افغانستان چطور آمدند، جناب خطاب صاحب امیر در زمان ایزنهاور قبل از این که به کنیدی حکومت یا قصر و حساب تسلیمی بتن یک مجلس نشستی داشتن، دمیج ایزنهاور گفت من سالها گفت انتظار کشیدم تا از دولت فیدل کاسترو کوبا کدام بهانه ای را به دست بیارم تا بتانم بالای کوبا ما حمله نظامی خود را بکنم، مگر متاسفانه گفتی چانس نشد. تصمیم گرفتن بر از این که تیارات را بهانه جویی بکنن، تیارات خود امریکایی را رنگ بکنن با بیرق و چیز کوبا حمله کنن بر مناطق کمی پایگاه دریایی امریکا. او وقت در جزیره گوانتانامو بود که در ایج اگر حمله صورت میگیره با واقعیتش تعداد زیادی از عساکر سربازان امریکایی را میتونستن ایجا میکشتن به نام بهانه از این که گویا تیاره کوبایی آمده. اما امیره در اواخر دستگاه سی آی سای نپذیرفت. بعد از اینا در هر کشور کنا میرفتن فقط برای بهانه ها ابزارها را خودشان از وجود خود تعیین میکردن. بعد از 11 سپتامبر هم طرح خود از اینایی شد که یک دستاورد بسیار بزرگی را اینا برای جهان گویا نشان دادن، از طرح به حساب خودشان که بود. طرح عبارت از این است که خودشان جور کردن، خودشان ترمیم کردن به نام تروریست، اونا را نامگذاری کردن. بعد از او از جامعه جهانی و به خصوص شورای امنیت ملل متحد اسنادی را به دست گرفتن که گویا در هر کشوری که تروریست ها دیده شد، ما در اونجا بدون از این که کشور میزبان در جریان بانیم یعنی حمله میکنیم. به این ارتاب تانستن تماما جهان با یک کلمه تروریست حق مشروع امریکایی ها دانستن که در اونجا به خاطر دفاع از اتباعشان در اونجا داخل شوند. اونمو از هر جایی که امریکا داخل شده فقر است، میچارگی است، مردم به جان هم انداختن است و از منافع او کشورها شخص کلی بر منافع امریکا و امریکا هم افراد بسیار محدود غولهای تجارتی دارد که همه از اینا بر منافع از اونا میچرخه به دست آوردن. فقط امریکا در بهانه سازی بود. حال بهترین بهانهشان هر جایی که باشه کلمه تروریست، تروریست است، در حالی که خودشان ساختن، خودشان بافتن و از خودشان جور کردن بر منافعشان. تشکر از شما. بله لطف میکنین. بله یکی از یعنی فصل سیاست امریکا بحران آفرینی است در ممالک. خب عقب یک چیز برتان بگویم که هر چیز بدون دلیل در امریکا صورت نمیگیره. اینا یک دلیل را دارن، یک برهان دارن، برای از اینکه اینجا یک نظام کار میکنه. احساسات یک رئیس جمهور زیاد مطرح است، خب مگر به او حد نیست که هر چیز دل یک رئیس جمهور شو و همون کار انجام بده. مسئله کانگریس است، باز در کانگریس باید هر چیز پاس شوه، باز ادوایزر یک چیزی بگویه. منتها غیر مستقیم همی کمپانی های اصلاح سازی به حد معصر هست در امریکا که هیچ حد نداره. چرا؟ برای از اینکه اونا بیشترین تکس میتن، حتی در
برد و باخت یک رئیس جمهور اونا معصریت خود دارن، کمپانیای کلان و بزرگ غول پیکری که و یکی از او اسلحه سازی در امریکا خو همه مؤسسات انفرادی انسان ها سرمایه گذاری کرده، یعنی بسیار کم به حکومت تعلق میگیره که حکومت، یعنی حکومت امریکا بره سرمایه گذاری کنه. این امریکا رو به نام کورپوریت امریکا میگه، کورپوریت یعنی کورپوریشن های کلان و بزرگ خورد. به اول حاض اونا یعنی مؤثر هست در تصمیم گیری عمل یا یک حکومتدار در امریکا یا رئیس جمهور غیر مستقیم، مگر اینکه مستقیم اونا چی کنن. به اول حاض امی کمپانیای اسلحه سازی باید اسلحه خود بفروشه بالای حکومت و حکومت خود نمیتونه که او رو گدام کنه، او رو باید بفرسته. امی ترامپ هر باری که عربستان سعودی میرفت که نمیدانم چند بیلیون دلار فروخت و من اسلحه پس میامد و خوشحالی میکرد و یکی دیگه، امی عربا را میترسانن. امی داستان ایران اگر باید امی 43 سال اینا میگن این یک دکمه ترس ساخته برای دیگه عربا که اسلحه خود بفروشه بالای اونا که نه ایران می شما را خام قرط میکنه، بیاین اسلحه ما را بخرین، سپورت ما را داشته باشین. این حرفا را به نام فصل بحران آفری است. حتی همین خود 11 سپتامبر یک بحران بود که آفریده شد در جهان، کشورها را نشانه کردن ریشه ها داره همین چیزی که شما فرمودین، این را درست میگین. ولی آمدیم بالا ای که خب میرن در طرف دیگه، حالا در اوکراین جنگ برپا ساخت، یعنی اوکراین تکه تکه کرد بالای امید روسیه و روسیه روز یک چند راکت هم میپرانه و انسان ها کشته میشه، دارایی هم خراب میشه دیگه. میشه امریکا هم یک 10 بیلیون دلار هم میفرسته اینجا و باز یک 5 بیلیون دیگه دیگه، یک دیوانگه کس رئیس جمهوری از یا زلنسکی نام داره و یک ممثل سرستیج دمی تئاتر بود چطور بود رئیس جمهور شده، اونو می طرف طرف می ده و سب کارای میار اجرا میکنه. یعنی یک سلسله زنجیری مفادها در درون موجود است تا هم تو یک عمل وجود می آید. در افغانستان هم همو کارای خود کدن، پالیسی خود چلاندن، دویدن، 20 سال دیدن که یک سرمایه گذاری ناکام بود برای از اونا تا همون مدت و او خیزش های بر حق مردم افغانستان بود. اینا همون کلکولیشنی که کرده بودن همون درست نبرامد، دیدن که افغان ها برنده شدن در حقیقت از لحاظ جنگ، از لحاظ جهاد، برای زی که برای یک مسلمان هم زندگی هم مرگ اردو میتونه برندگی را بیاره. اگر مسلمان بیمیره میگه خب بهشت است، خداوند مکافات میده، ما به او اساسات می جنگیم، خداوند امر کرده. مگر اگر امریکایی اگر بمره او هیچ توجیه نداره، صرفی که امریکا گفته و در ریزرو هستم و ما باید برم، اگر زنده آمدم آمدم، اگر نه رفتم پس کار خود دیگه. امی خود انسنتیو ها فرق میکنه. برای یک طالب اسلحه فروشی انسنتیو نبوده، یک دلیل نبوده، یک چی میگم تشویق نبوده. مگر برای یک امریکایی یعنی عوامل مادی بیشتر داره. به هر حال این چیز در فکر من خطور کرد. بله سلام علیکم سر. ببخشید قطع شدم چیتون داستان. بله ارتباط من نمیفهم چرا شده که از طریق واتساپ قرار خوب نیست قطع میشه. خطاب سر من فکر میکنم در اون قسمت بدون که دمی اثر جنگ که امریکایی در افغانستان یا تمام خارجی که آمده 70% مردم از امی اطفال و دختران یا از درس یا محروم بودن، چرا که در اون مناطق هم جنگ بود و هم اشغال و اداره اشغال در اینجا علاقه نداشت که در مناطق دورده است چی کنه. او همو توجهش و فوکسش در شارا بود که در اونجا یک چند نفر را در اون مکاتبه که همی خواندن و نوشتن یاد میگرفتن، یک چیزی که یک طبقه که غلام تربیه کنن که همو اداره دولت به پیش ببره و یک چند نفر را ثروتمند ساختن که همو یک کشفه باشه که دگار غلام و بردب سازه و برازی ها خدمت کنن و بقیه مردم هم تو غریب نگاه کردن که تانستن در بدل 100 یا 150 دلار ببرندشان و مردم خود هدف قرار بتند بکشن. یعنی
اطلاع بوده که در 20 سال گذشته همگی برخوردار بوده، بلکه 70% مردم اما امروز امانت اسلامی سر خوش کرده، در سر سر افغانستان مدارس ایجاد شده. من فکر میکنم که 90-95% اطفال همگی در سر تا سر افغانستان از امین نعمت سواد آموزی و دانش در اینجا برخوردار میشن، یعنی یک تغییر بسیار بنیادی. اما همین خوبی ها را هیچ تلویزیون ها هیچ کس نمیره نکاس نمیتن. شما ببینید در میانمار حکومتش همگی مسلمان ها را در اونجا به میلیون ها نفر کشت، خانه شان را در داد، از مکتب و از درس و از همه چیز محروم ساختشان، پدرهایشان را کشت، مادرهایشان را کشت، همگی اراضیشان را، زمینهایشان را همگی را غصب کردن و بسیاری از یا گریختن از رای بر در بر غرق شدن، بعضی دیگه از یا از رای خشکه رفتن، در خشکه هم بسیار رای پرمشقت بود کشته شدن تا بنگلادش یا خود رسان در و در بنگلادش هم مردمش بیچاره هم مگه غریب است و حکومت بسیار ظالم هم در اونجا سر قدرت است، یا در یک منطقه بردن که به کلی در اونجا هیچ نفر زندگی نمی کنه و بسیار منطقه است که بسیار سیل و گپا میاد و نه حاصلات داره و نه زراعت داره. چرا واره ملل متحد دهالتشان تغییر نمیاره که بس بیاریشان در مملکتشان بیارن؟ چرا یعنی همین ماشینری جنگی در اونجا نمیره، در اونجا زندگی مردم به اندازه در خطر است که امیان در موبایل میانمار و در همچنان از این مسلمان ها چرا غم از واره نمیخورن؟ یعنی بسیار گفایی است که شما هم خطاب سر بیاد کردیم که در این مملکت های مثل عراق و مثل سوریه و لیبیا و دیگه و دیگه صحیح است که در اونجا دیکتاتورا سر قدرت بود، اما مملکت های بسیار پیشرفته بود. این خود عراق به نام سیویس عرب یاد میکردن، مردم از درس، از تحصیل، از همه چیز صنعت و کشاورزی همه چیز در اونجا بسیار پیشرفت کرده بود. آیا کدام تغییر مثبت آوردن که آیست که میلیون ها نفر در اونجا کشتن و امروز همه گیشان بدبخت است؟ امروز لیبیا مرکز ترورستان شده. آیا در سرنوشت از یا کدام تغییر مثبت آوردن؟ نه ناوردن. آیست که هر مملکت مسلمانی که سر خود بالا کنه و امکانات از او بره که یا خود آزاد بسازن امور میزنه و پس در قرون افتاره ایش میکنن تا بچاره پس در پای بیاره یکی دیگهش پایش پای خود بلند کنه در فرق از او میزنه. شهر معقول همینطور بوده، یعنی خب همینطور جدا جدا مجرد مجرد اگه تحلیل کنین همین عراق به حد بدبخت ساخت. اون وقت صدام بسیار پیشرفته بود، آرام بود، مردم امو مراقبت صحی همش رایگان بود، یک عکس نشان میداد بسیار جالب بود. صدام خو یک دیکتاتور بود، درست از دشمنای خود از راه پس میکرد، کی نمیکنه در کدام کشور رقیبای خود از بین نمیبره. ولی در می امریکا اگر مسئله دموکراسی و یک قانونی که اینا دارن، امی ترامپ رفت پارلمان مردمایشان رفتن و سب در آمدن، یعنی واقعا و این بار بود در تاریخ، یعنی در امین جهام امی کارا صورت گرفته ضد رقبایشان. مگر در هنگامی که صدام رئیس جمهور عراق بود، همه چیزا خوندی بود، همو از آثار و عبداتشان مردم مرفع بودن، آبادی بود، دیگه بود. یک داستان ما بسیار برای ما جالب بود، میگه صدام شب، ناوقتای شب یک بار میبر آمد در موتر خود در شهر یک گردش میکرد. در امو اکس در فیسبوک ما دیدم که دخترک کلی خود داخل موتر صدام ساخته. بازم توضیح از امو عکس اینا اونجا گفتن که با وقت بودم مسئله می گفتم دخترک مادرش بسیار سخت مریض بود و توانی امیر نداشت که دوا را بخره یا تداوی کنن. میگه رفته بود بیمارستان، بازم دکتر برش نسخه داده بود، پول از او گرفته بود، تقاضا کرده بود. بازو گفته بود که من پول ندارم. بازو خب پول نداریم، ما معذرت میخوایم، تداوی کرده نمیتونم. باز نمیست خیابان استاد شده بود که اگه موتر صدام بیای خود زیر موتر صدام منداخت. میگه صدام استاد کرده بود و بازی دخترک گفته بود داستان برای ازو گفته بود. با صدام گفته بود که امون دکتر را بیارین فردا در فلانه جای به دار بیاویستن. یعنی امی خود دستگاه تبابت میگه همه رفتن در پای صدام، میگه خود انداختن که امی بسیار یک دکتر خوب است اشتباه کرده. او گفته بود که نی از خاطر امی دکتر نیستی، به خاطر دیگه دکتر هاست که در آینده کسیم توی کار نکنه. به حدی آدم دیسپلین داشت، یعنی جدی میگرفته و رفایت عامه را در عراق که برای مردم رسیدگی صورت بگیره. یعنی یک قربانی را میتیم مگر دیگه باید بیاموزه.
در اونجا آرام آرامی بود، پیشرفت بود، تعالی بود. حالا عراق ببینین یک کنوالا، یک مار مرده در طرف برین صاحب همو رسوخ و دیگه از او از بین رفته. همه تو لیبیا رو برین، یک کشور با عظمت بود، یعنی همو پادشاه افریقا خودم حساب میکرد، میخواست همیل پیشتر از این مسئله پشتیبانی آثار یاد شد و میخواست یک یونینی افریقایی باز کنه، می کشورهای افریقا با هم یعنی یک اتحادیه داشته باشن، آثار مشترک او را اما پشتیبانی پول اتحادیه همونطور که اروپا دارن، یورو در افریقا هم او را میخواست کپی کنه. بالاخره رفت امریکا به دادش و آدم هم بدون کدام موجب یک چند نفر شورشیان همی مزدورای خود آوردن و آدم از بین بردن. در مصر همی کار صورت گرفته. منتها در افغانستان یک کشور عجیبی است. در اونجا هر ابرقدرت بیای، هر توطئه‌گر بیای، به دهنش میزنه و او را از بین میبره. طوری که شما فرمودین واقعیت همه طور است. یعنی چرا اینا نمیرن در کشور دیگه که از اونجا برشانی چیز نیایه؟ اگر دلسوزی است خودمی افریقا هم بیا در میانمار خوم درست است، مگر در امی دور نرین، در هندوستان برین. ما هندوستان رفتیم، در بمبئی در یک هتل بودم برای یک چند روز. امی وحشت یعنی غربت و بدبختی انسان ها را که ما در بمبئی که امو بالیوود و هالیوود یعنی ها در امونجا و ستاره های فیلمی اونا، با خدا انسان در زمین عرض کردیم بالای گل تولد میشه، در گل در بالای گل بزرگ میشه، یا تا یک سرپناه برای از آدم و با اونجا میمیره، میره پس کار خود باز اونا مندازن در بالای یک چند چوب میسوزانن مرده. این قدر توهین با می خود اشرف مخلوقات در اونجا. مگر هندوستان میه در افغانستان سرمایه‌گذاری؟ علتش چی است؟ علتش همی است که هندوستان اغراض سیاسی در افغانستان داره. یا امریکا، خود امریکا از این سر دنیا برو یک کشور قانونمند، یک کشوری که پول یعنی جان خود وارد دوست داره، یک امریکایی او را ببر دیده و بدانسته در افغانستان که بابا در زن افغان چرا درس نمیخوانه و تعلیم نمیکنه، هیچ چیز به فرمولای مادیات هیچ برابر نمیه. یا اتحاد جماهیر شوروی از غم نه ترکی مرده بودن و نه حفیظ الله و نه دیگر نه حزب، صرف میخواستن افغانستان اشغال کنه، با آبهای گرم بره پاکستان هم اشغال کنه، در پرژن گلف یا خلیج فارس. یعنی داستانه گذشته را اگر باعث یک مثال، باعث یک دلیل آدم را بداره، کار ما آسان میشه. در افغانستان هم فعلا گله ها از طالب اگر دارین، ریشه های بیرونی را اگر ببینین، بدبختی های و کسای گله میکنه که خودشان 20 سال افغانستان تیکه تیکه کرد، برباد برباد ساخت. اگر طالب دمی همه دمی زنبق و که بمبق و که کسایی که تانا میسازه که طالب یک انفجار یک انسان در یک محل و بسیار آدم بکشه، یک 50 نفر 100 نفر یه طور، مگر یک بم امریکایی یا مادر یک بم وقتی پرتاب میشه به هزارها آدم خراب میشه و زندگیش به هم میخوره دیگه میشه. نمی امریکا، اسلحه امریکا، نمی پول دلار امریکا، اغواگری اینا و افغان بدبختی که رفتن. ما همی یعنی باشد اومد که تقبیح میکنم یه افغان تعلیم یافته افغانستان هم التانه میتن که امی صاحب قلم ها را بیارین امو چی جان میگاشم جان از مزارش مصاحب قلم کلش دوزید. اول همی بادار خود عطای نور بیلیون ها دلار دوزیده، همی پول بسیار پولی گذاف است، یک بیلیون دلار بلیاز خود با هزارها نفر همی پلاستیک والایی که امروز خانه نداره و زیر پلاستیک می آساین، همی از اونا سه خانی از و قدی اقل یک سرپناه برشان می شد به یک بیلیون دلار. اگر درست صرف شوه، مصرف شوه، دلسوزی شوه و یک نفر پاچای بلخ یعنی پول آب آورده و منصب آب آورده، اگر نی یک با یک ریش زرد همه تو کسیف درمی امام صاحب در سراخا از دست طالب گریخته بود، میای بیادر امریکا و امریکایی را میاره والی بلخ میسازه. یا دوستم وار یک آدم مخمور دیوانی که او سی تنگه اهمیت نداره، او را میاره و باعث یک آدم جانی از او استفاده صورت میگیره،
به هزارها انسان شریف زیر قمانده از او تلف میشه، از بین میره. یکمی همه تو واقعیت ها رو اگر داخل شوین و درست باز کنین و درست مطالعه کنین و افاقی یعنی سنجش کنین، باز بسیار یعنی سوالات ما پاسخ داده میشه. به هر حال دوستان عزیز، باز هم اظهار امتنان از دوستانی که به تلویزیون کمکشان رسیده، باز هم خواهش میداریم تلویزیون رو فراموش نکنین، کمک مالی شما ضرورت است. و چون آغاز سال است، ما میخوایم یک یاد دهانی بدارم. ما کدام جبر بالای شما نداریم، ما از لطف شما متشکر هستیم. همو برادرها و خواهرای دلسوز و مهربان ما تلویزیون کمک مادی کنین، مصارف ما والا فراوان است. هر روز میایم در غم فردا هستیم که باز پول ساتلایت و دیگه و دیگه ما چطور پرداخت کنیم. و یگانه شبکه است که با هزارها هزار آدم میبینن، منتها درج نمیشه، چون ساتلایت کدام نمیشماره مثل یوتیوب. مگر یعنی فوق العاده فراوان تعداد زیادی تلویزیون میبینن و تماشا میدارن، خصوصا در داخل افغانستان عرض میدارم. تا پنج شنبه شما را به خداوند سپاریده، خداوند یار و مددگار. تاسیاری و خدای سپار و مخده خدای پامان. رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا، سامان حیدری و همکاران، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدن، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان حیدری در شهرهای لس آنجلس، ایواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشند.